درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید، به خصوص هموطنان عزیز و ارجمندمون درون کشور. یک ایران سپاس از همه شما عزیزان که به خصوص در هفته‌ای که گذشت از جان مایه گذاشتید و این راه رو دارید در کنار سایر هموطنان خودمون در جای جای کشور ادامه میدیم برای رسیدن به هدف. کوتاه مختصر مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم تا در جریان کار قرار بگیرید. یک اینه که سوالات فراوانی پرسیده میشه که چرا در این کانال ریزش وجود داشته در این 48 ساعت اخیر. خدمتتون عرض بکنم یکی از علل اصلی این ریزش حضور خود سربازان گمنام امام زمان بودند که از آخرین متد استفاده کردن برای ضربه زدن به کانال، یعنی اومدن روی کانال در عرض چند ساعت حدود 6-8 هزار نفر و بعد بلا فاصله سعی کردن که کانال رو ریپورت بکنن تا کانال رو از بین ببرن. در واقع با یک حرکت به دو محور حمله کردن، یکی این که سعی کردن کانال رو از بین ببرن، یکی این که اگر موفق نشن کانال رو از بین ببرن بتونن این یأس و ناامیدی رو در دل مردم بکارن که آقا ببینید هیچ اتفاقی نیفتاد، برید دنبال کارتون. خب این رو توضیح دادم برای عزیزانی که سوالاتی در این زمینه پرسیده بودن، اما میخوام بپردازم به اصل مطلب که اتفاق افتاد و ما در طول یک سال اخیر به خصوص در رابطه با این مسائل صحبت کردیم. اصلا آغاز جنبش فداییان ایران بچه پایه‌هایی بود که در رابطه باهاش صحبت کردیم، اما به صورت مشخص میخوام بپردازم به وضعیت حال روحی روانی شما مردم عزیز و ارجمندمون درون کشور، چه کسانی که با جنبش فداییان ایران هستن، چه کسانی که نیستن، چه کسانی که رأی دادن، چه کسانی که ندادند. کل جامعه رو میخوام باهاش یه چند کلمه صحبت بکنم تا ببینیم در این زمان تاریخی در کجای این تاریخ کشورمون ایستادیم، در چه مرحله‌ای داریم زندگی میکنیم و به سمت چه مسائلی داریم کشیده میشیم. سوالات فراوانی برای من فرستاده شده، پیام‌های فراوانی برای من فرستاده شده، درخواست‌های فراوانی فرستاده شده که تو رو خدا اجازه بدید یه روز دیگه اعلام بشه تو همین چند روز آینده و مردم یک بار دیگه امتحان بکنن. این یکی از مسائل بوده. یکی دیگه از مسائل این که آقا ما وارد حرکت‌های رادیکال بشیم، درگیری‌های فیزیکی و اینجور مسائل. یکی دیگه از مسائل این بوده که آقا با مردم بیشتر صحبت بکنیم، مردم آگاهی کافی نداشتن، بعضیا یأس و ناامیدی در دلشون یا ذهنشون دیده میشه و هر کسی به یک حال. یک عده‌ای مسائل مشکلات کشور رو فقط از دیدگاه کسانی میبینن که این خمینی رو به ایران آوردن و فقط ناراحت هستن و غر میزنن، بعضیا شکایت میکنن، بعضیا تو فکرن و شکایت از کسانی دارن که رفتن رأی دادن یا هر اون چیزی که از دهنشون در میاد به سایرین میگن. اون وقتی با اون افراد صحبت میکنی اونها میگن آقا ما کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، بین کسی رو که آوردن تا دندان مسلح هستش و میگه ما میخوام ملت رو بکشم، اینا به قول معروف میگن گرگو به ما نشون دادن تا ما بتونیم به روباه رأی بدیم و جلاد رو آوردن تا ما به شیاد رأی بدیم، یا حرفای از این قبیل. من تمام این داده ها رو کنار هم میگذارم، یک جواب کلی میدم به هر ایرانی که درون کشور داره زندگی میکنه. بازم دارم خدمتتون عرض میکنم چه کسانی که با جنبش فداییان ایران بودن، چه کسانی که نبودن. اما مشکلی رو که دارم خدمتتون عرض میکنم متعلق به همه جامعه است. من مثال خاصی میزنم براتون، شاید متوجه بشید. بارها برای شما اتفاق افتاده که به خاطر گرفتاری هاتون در زندگی یک شب به جایی رسیدید گفتید آقا امشب اصلا میدونین چیه، من که حتی مشروبم نخوردم امشب میخوام برم اینقدر مشروب بخورم تا نفهمم چی بهم گذشته، به خاطر مشکلاتی که براتون تو یک شب، یک روز، یک هفته پشت سر هم بعد پشت بعد اتفاق افتاده و دیگه به یک جایی میرسید که دیگه به قول معروف میگید میبرم و میرید حتی این عمل رو هم انجام میدید، میرید شب مست میکنید و بیهوش میشید اینقدر که مشروب خوردید. خب فردا صبحش با دو مشکل از خواب بلند میشید، یعنی هم سردرد خواهید داشت به خاطر کمبودهای متفاوت و به خصوص کمبود آب در بدنتون و خوردن زیادی روی کردن در
الکل، دومی که مشکلتون بر سر جاش هست، یعنی مشکلتون جایی نرفته، این فقط شما بودید که برای خودتون یک چند ساعتی رو به قول معروف از این دنیا مرخصی گرفتید، فقط همین. صحبتی رو که دارم میکنم در همین رابطه است. چه کسانی که با جنبش فدایان ایران بودن، چه کسانی که نبودن، چه کسانی که رأی دادن، چه کسانی که ندادن، چه کسانی که بهشون وعده وعیدهایی داده شده بود دل بسته بودن، چه کسانی که اینها رو اصلا قبول نداشته و ندارن و دل نبستند. همه با هم در یک کاسه هستیم، در یک زندگی، در یک کشور. مشکل اصلی کشور حل نشده و حل نخواهد شد. مشکل کشور قانون اساسیه. اون قانون اساسی به طور کل میبایست از بین بره و یک قانون اساسی مدون بر پایه مدنیت و حقوق انسانی نوشته بشه. خدمتتون عرض کردم، بارها و بارها براتون توضیح دادم، هر زمانی که شک میکنید، هر زمانی که مایوس میشید، هر زمانی که هر اتفاقی در زندگیه روحی روانی شما رخ میده، زمانی شکست خواهید خورد که از هدفتون دور بشید، زمانی شکست خواهید خورد که راه هدف رو، راه رسیدن به هدف رو ازش دور بشید و تمام نقشه رو که کشیدید به طور کلی فراموش کنید، بذارید کنار و برید دنبال یه چیز دیگه. یعنی تمام زحماتی رو که کشیدید برباد بدید به دست خودتون و برید یک مسیر دیگه، یک کار دیگه انجام بدید و از نو شروع بکنید. این چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی وجود داشته و داره. من سوالی رو از شما میپرسم، آیا هر کدام از شما با هر گویشی، با هر مذهبی، با هر تفکر سیاسی و یا اجتماعی، با کسانی که رأی دادن و یا رأی ندادن، با کسانی که حتی رفتن رأی دادن ولی رأی سفید انداختن، سوالی مطرح میکنم، آیا اتفاقی در زندگی اقتصادی شما رخ داد؟ آیا شما به نتیجه درستی دست پیدا کردید؟ آیا مشکل شما حل شد؟ این رو دارم توضیح میدم حتی برای کسانی که دل سرد شدن، به خصوص کسانی که دل میگن ما دل سرد شدیم، حالا از همه چی، از هموطنان دیگر، از تاریخ، از زندگی، از هر اون چی که درون کشور داره رخ میده، از مردمی که میگن اینها دیگه واقعا شورشو در آوردن، اینا اگه نمیفهمن اینا کجا قرار گرفتن، چرا میترسن و و دلایل متفاوت، مسائل متفاوت، یا توضیحاتی که تا به امروز، تا این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم برای من مینویسید، چه به صورت آوایی توضیح میدید یا چه به صورت تصویری فیلم میفرستید، که بسیاری از این فیلم هایی که به دستم رسیده باور کنید اینقدر ناراحت کننده است که من نمیدونم چه کار باید باش بکنم، که چگونه حقیقتا این رو براتون پخش بکنم که شما که در ضعف روحی روانی هستید بیشتر از این تضعیف نشید. به همین خاطر خیلی از فیلم ها رو قرار ندادم، چون نگاه میکنم به وضعیت روحی روانی شما. جامعه ما در این لحظه‌ای که من دارم باهاش صحبت میکنم در حالت روحی روانی درست قرار نگرفته. یعنی حتی اون کسانی که رفتن رأی دادن، اینها به غیر از اون 20% که وضعیت مالی خوبی دارن که با حکومت اسلامی هستن و با آخونده و بچه آخونده هستن و دستشون توی یک کاسه است با تمام اینها و در رفاه کامل هستن، 80% دیگه جامعه این مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی رو دارن. یعنی فرزند اون مادری که در زندان بوده و فردا صبح فرض بگیرید داره اعدام میشه، حکمش دادن که اعدام بشه، اعدام میشه. با آمدن و رفتن یک مجتهد چه اتفاقی در کشور میفته؟ آیا میلیاردها دلار پول به جیب جامعه ایرانی ریخته شد که بعضی ها این چنین خوشحالی میکنن، میزنن و میرخصن؟ میگم عده بسیاری از این کسانی که زدن رو رخصیدن جزو همون 20% هستن که بقیه رو شیر میکنن که بله بیا این وسط و ببینید چه وضعیت بهتر شد. خب روحانی مجددن رأی آورد، خب خوب شد، خوب شد که رئیسی نشد که ما بدبخت و بیچاره تر بشیم. یعنی جامعه رو به این سمت و سو بردن که برید خدا رو شکر بکنید که مشکلاتتون بیشتر از این نشده، هنوز میتونستید خیلی بدتر از این زندگی بکنید. یعنی جامعه رو سوق میدن به روی تاریکی، به روی بدبختی که آقا
شکرگزار این بدبختی هایی باش که آخوند و بچه آخوند برات به وجود آورده. سوال من از شما این استش که عزیزانم، آیا مشکلات شما حل شد؟ آیا به آزادی دست پیدا کردید؟ آیا به دموکراسی رسیدید؟ آیا قانون اساسی مدون و بر پایه مدنیت ترسیم کردید؟ آیا به سکولاریسم دست پیدا کردید؟ آیا جنگ میان شیعه و سنی به پایان رسید؟ آیا تمام کشورهای عربی امروز دوست ملت ایران و دوست نظام هستند؟ آیا تمام صدور انقلابی که با پول ملت ایران از زیر پای ملت ایران کشیده میشه به جیب حسن نصرالله، حزب الله لبنان، حماس و سایر گروه‌های تروریستی ریخته میشه به پایان رسید و دیگه یک پنی بهشون پرداخت نمیشه؟ آیا ده ها و ده ها میلیارد دلار پول ملت ایران که در جنگ سوریه به کار برده شد برای نابود کردن ملت سوریه به پایان رسید و همه این مسائل کنار گذاشته شد؟ آیا تمام کارخانه هایی که تا به امروز به دست حکومت اسلامی و حاکمانش یکی پس از دیگری با علم به این که باید بسته بشه و میخواستند که بسته بشه و شما رو ذلیل‌تر نگه دارن چون میباید شما در گشنگی و فقر مطلق بمونید، این حرکت ها به پایان رسید؟ خیر، دقیقا مثل همون کسی که این همه مشکلات رو داره و میگه آقا من برم مشروب بخورم تا نفهمم به هم چه گذشت. دانشجویانی که نگران کنکورشون هستن، آیا اینها با دل و جان و امید میخوان برن به دانشگاه که بعد از اینکه دانشگاه از دانشگاه فارغ التحصیل شدن دارای کار مستقل، دارای یک حرفه با حقوق بالا خواهند بود، دفترچه تامین خدمات درمانی خواهند گرفت؟ ببینید، شما زمانی یک اتفاق ناگوارتر بر سرتون رخ میده که اصلا هدف رو فراموش کنید. این کاری رو که شما هدف رو فراموش کنید از طرف رسانه ها، سیستم وزارت اطلاعات درون کشور انجام شده و از طرف دیگه زور نهادینه شده، ترس نهادینه شده و غیره از طرف حاکمیت، از طرف دیگه رسانه هایی که در خارج از کشور هستن یأس و ناامیدی و با تفسیرهای متفاوت به خورد شما میدن. یه نتیجه رو به شما میرسونم که شما هیچ کاری و هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. پس بهتره که دل سرد بمانید. یا آقا اصلا این ملت رو، به قول اون آقایی که میگفت، بهش اصلا بها ندید، این مردم مردم کوفن. یعنی دل سرد کردن تمام مردم به طور کلی، یعنی از بین بردن هدف، نابود کردن تمام زحماتی که در جنبش فدایان ایران کشیده شد برای اینکه این جامعه به یک نتایجی دست پیدا بکنه. اول بدونه که کی هست، چی هست، چی داره و چی نداره. برای داشتهاش که نه، برای نداشتهاش سعی کوشش تلاش بکنه. برای اون چیزهایی بجنگیم که نداریم، نه اون چیزهایی هم به گونه‌ای بجنگیم که اون چیزهایی هم که داریم از دست بدیم. در سال 57 این اتفاق افتاد، مردم بردن به پرتگاهی که شعاری بدن که اون چیزهایی رو که دارن ازشون گرفته بشه، ولی این گونه فکر میکردن که دارن دستاورد بزرگ ایران و جهان رو یک جا بهشون تاریخ اهدا داره میکنه. من فقط ازتون میخوام که به صحبتام خوب گوش بدید، وقت بگذارید، قبل از اینکه بخواین اصلا دیگه پیامی بفرستید یا مطلبی رو بنویسید کمی فکر بکنید. مطمئن باشید با ناسزا گفتن به سایر هموطنان به جایی نمیرسید، با بیان درد به جایی نمیرسید، با اینکه بخوایم بقیه رو متهم بکنیم به جایی نمیرسید. چون هدف من پیروزی شما مردم هست، هدف من رسوندن شما به روی سکوی اول هست در این رقابت. موفقیت شما، بهروزی شما، تندرستی شما، سلامتی شما، زندگی بهتر شماست و رسیدن به آزادی و خواسته ها و تمام اهدافی که انسان امروزی میتونه داشته باشه برای زندگی بهتر. هدف من این هست و مطمئن هستم که هدف شما هم همین هست. اما دارم توضیح میدم براتون که چگونه میان با اعصاب شما، با روح و روان شما بازی میکنن، با زندگی شما بازی میکنن و شما رو
در نهایت به همین راحتی کنار میگذارن. خب اینها از همه ابزارهایی که داشتن استفاده کردند. در برابر جنبش فداییان ایران نه با منطق بلکه با زور ایستادگی کردند. و یکی از سوالهایی بود این وسط، خیلی ها پرسیدن که چرا رسانه های مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا که این زور رو دیدن، رادیو فردا که این تجاوز آشکار رو دیدن و این حکومت نظامی رو که حاکمیت به راه انداخته بود، آخوند و بچه آخوند در خیابان‌های تهران، به خصوص ما بین خیابان ونک تا ترجیش که ما اعلام کرده بودیم، که اصلا تمام گردان‌های متفاوت خودشون رو آورده بودن اون وسط، برای چی مردمی که میخوان بیان بگن ما حکومت رو نمیخوایم؟ آقا اصلش همینه، اگه میگن ما میخوایم رأی بگیریم، مردم میخواستن بیان اون وسط رأی خودشون رو بدن، رأیشون نه به حاکمیت و حکومت اسلامی بود، ولی برابر این ایستادن. یکی دیگه از دستاوردهایی که ما به دست آوردیم مشخص شدن نبود حقوق انسانی و حقوق بشر در اون کشور است، منتها نه با خانه نشستند، چون 38 سال مردم رو فرستادن تو منزل، گفتن برای این که مشروعیت از دست بده برید منزل، برید در خانه ها بنشینید. نه، جامعه رو آوردیم در صحنه که بگه نه به حاکمیت اسلامی، ولی برابر زور و ستم و نیروی نظامی قرارش دادن. و میبینیم که در صدای آمریکا میگن بله شلوغی ها سرکوب شد، مردم به پا خواستن، ولی برابر نیروی نظامی قرار گرفتن. اصلا صحبتی نمی کنه، اصلا این نیروی نظامی که اومد چه جریانی رو به همراه آورد یا برابر چه جریانی ایستاده بود، نام این جریان چی بود، هیچ بهش اشاره نمی کنن. دلایلش هم در صحبت بعدی براتون توضیح میدم که چه دلایلی داشت که هم بی بی سی، هم رادیو فردا، هم صدای آمریکا صحبت از اتفاقات روز 26 کردند اما نامی از فدایان ایران نبردند. که این یک تعریف داره، یک توضیح تاریخی داره، سیاسی، که باید براتون توضیح بدم در جلسه بعد، که اصلا ربطی به الان نداره که بخوام براتون این رو بشکافم، چون صحبت طولانی میشه، امکان داره طولانی بشه و از حوصله شما خارج بشه، اما نمیخوام از محور بحث شما دور بشید، چرا که این مطلبی که دارم خدمتتون عرض میکنم بسیار مهم هست در این نقطه، در این زمان حساس که درش قرار گرفتیم. بعضیا پیشنهاد حرکت‌های چریکی میکنن، بعضی ها پیشنهاد میکنن که خب بلافاصله ما میبایست الان تظاهراتی مجدداً بگذاریم و از مردم بخوایم که در خیابون‌ها قرار بگیرن. بعضی ها دلسرد شدن و میگن آقا اصلا این مردم حقشونه، هر چی که بر سرشون بیاد حقشونه، مگه نمیشه، نمیتونید این همه واقعیت رو ببینید و باز به این رأی بدید؟ بعضی تماس میگیرن میگن آقا باور داشته باشید زندگی ما در پرتگاه و اگه نریم رأی بدیم فردا ما رو اخراج میکنن. سربازا تماس میگیرن میگن اگه ما نریم رأی بدیم گفتن اضافه خدمت پیدا میکنی. در زندان ها تمام شناسنامه های زندانیان رو گرفتن، رفتن از طرف خودشون رأی دادن و اونها رو هم جزو رأی دهندگان دونستن، در صورتی که اصلا زندانی نمیتونه صداشو به خارج از زندان برسونه. شاید به یک رفیق چیزی گفته آقا لطفاً بگید این اتفاق افتاده، ما اصلا رأی ندادیم، اصلا نمیدونیم چه اتفاقاتی داره خارج از اینجا میفته، ما رو تازه میبرن برای محاکمه. فرض بگیر به خاطر 8 ماه پیش که ما رو دستگیر کردن، 1 سال پیش که دستگیر کردن، 4 سال پیش مثلا ما رو دستگیر کردن آوردن در زندان، هنوز موندیم بلا تکلیفه. از این زندانیا ما کم نداریم در ایران، در زندان‌های متفاوت و مسائل این چنین. فیلم‌هایی به دست من رسید که حد باور داشته باشید که جز ناراحت کننده ترین فیلم هاست و آدم اعصابش به قول معروف خورد میشه وقتی این مسائل رو نگاه میکنه، این دیکتاتوری رو نگاه میکنه، جنایات رو نگاه میکنه. ولی حقیقتا من از اونجایی که نمیخوام شما بیش از این روی اعصابتون به قول معروف برم یا فشار بگذارم، به خاطر اینکه تمام این فشارها رو دارید میبینید و برابرش میستید، اینکه فشار بیش از این گذاشتن روی یک جامعه درست نیست حقیقتا، ولی خودتون تمام این مسائل رو درون کشور بالا و پایین دیدید. من به راهکار فکر میکنم، به خود مشکل نمیاندیشم، چون اگه بخوام فقط به مشکل بیاندیشم مثل بعضیا که فقط بلدن قور بزنن ایراد بگیرن، خب این کار درستی نیست. شما امکان داره در یک تصادف رانندگی لحظه‌ای که تصادف میکنید
وقتی مسائل جانی نباشه بیاین پایین و اصلا ناراحت بشید که چرا تصرف کردید و حتی درگیرم بشید. اما حقیقتا درگیر شدن کاری از پیش نمیبره، به دلیل اینکه شما مشکلتون حل نشده، مشکلتون اینکه تصرف کردید و باید ماشینتون رو درست کنید، حالا چه کسی مقصر بوده اون مسئله دیگه است. اینجا دقیقاً مسئله ما همینه. یک سال سعی و کوشش و تلاش انجام شد، سازماندهی انجام شد برای اینکه شماها روی پاتون بیستید. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در جنبش فدایان ایران تا به امروز سعی و کوشش و تلاش کردن بر جای خودشون باقی موندن، نه اینکه باقی موندن، اتفاقا سعی و کوشش خودشون رو دو چندان کردن. چرا؟ بیشتر آشنا شدن که در کدام قسمت ضعف وجود داشته. اگر یادتون باشه حدود یک ماه و اندی پیش، دو ماه پیش، من همه این مسائل رو به صورت مشخص براتون باز کردم، توضیح دادم که علل و عواملی که باهاش برخورد میکنیم در شکل اول امروز نمیپردازیم بهش، بعد از این که احیانا پیش اومد میشه این مسائل رو باز کرد، با هموطنان صحبت کرد، در کجای کشور قرار گرفته بودید، چه مسائلی رو دیدید، به نظرتون ضعف کجا بوده، اشکالات کجا بوده، نه اینکه بخوایم غر بزنیم، نه اینکه بخوایم داد و بیداد بکنیم، نه، بلکه همه داده ها رو کنار هم بگذاریم، به یک نتیجه درست دست پیدا بکنیم برای حرکت بعدی که بتونیم صحیح‌تر انجامش بدیم، با تجربه بیشتر انجامش بدیم، با سازماندهی بیشتر، با تعداد افراد بیشتر، تا بتونیم از ضعف‌ها عبور بکنیم، جامعه رو به جایی برسونیم که به خواسته هاش دست پیدا بکنه، یعنی رسیدن به پیروزی. خب در این میان حتی کسانی که تا به امروز در جنبش فدایان ایران هم نبودن، مردم عادی بودند، شاید در بسیار از اوقات اصلا در این جنبش هم شرکت نکردن، شنیده بودن، مسائل شنیده بودن، به گوششون رسیده بود، ولی حاضر نبودن همکاری بکنن، ولی دارای اون مشکل هستند. جامعه ما کشوری است که اشغال شده و این اشغال کماکان ادامه داره. با ناراحت شدن شما، با مایوس شدن شما، با درگیر شدن شما کاری از پیش نمی برده نخواهد شد. ما میبایست یک فکر اساسی بکنیم برای عبور از این معضل. ما تمام سعی و تلاشمون رو انجام دادیم که قبل از انتصابات نظر مردم رو جلب بکنیم که یک نه بزرگ به حکومت اسلامی بگن و بتونیم از این نه بزرگ به جهانیان نشون بدیم که ما این حکومت رو نمیخوایم و اینا اشغالگرن. و خدمتتون عرض کردم که در بهترین شرایط روحی روانی قرار دارید و دست گذاشتیم روی شاره حکومت اسلامی و بهتون گفتم که به هیچ عنوان اینها نمیتونن رو به مردم تیراندازی بکنن. میان امکان داره دستگیری بکنن که کردن، ولی بچه ها رو آزاد کردن، 4 ساعت بعد، 5 ساعت بعد، یه روز بعد، چیزی نداشتن از مردم. مردم اومده بودن در خیابون‌ها بدون اینکه دارای چیزی باشن، ریخته بودن مردم عادی رو هم زده بودن، گرفته بودن، بعد یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت آزادشون کردن، گفتن آقا برید. کاری نمیتونن بکنن. چیکار میتونن بکنن؟ مگه میتونن هر روز هزاران نفر رو بگیرن؟ کجا میخوان ببرن؟ عبور از این که میان مردم رو میترسونن، میگن بله آقا میزنیم میکشیم، صفها هزار نفر رو میکشیم، 200 هزار نفر، انگار مثلا دارن روی پشه صحبت میکنن. یعنی کسی که این حرفا رو میزنه گویا اصلا حالیش نیست که آقا این سال دیگه سال 88 نیست، مردم دارای تجربه شدن و به علاوه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روحی و روانی هزار برابر آمادگیشون بیشتر نسبت به سال 88 که این دفعه بیان بیرون دیگه کار تموم شده است. از همین رو با تمام عشق و علاقه‌ای که حکومت و دستوری که از روسیه داده شده بود که آقا اگر این مردم دیدید ملایمن و از لحاظ روحی روانی در واقع اختر هستند، شما رئیسی رو به رهبری برسون، چون در نهایت اون به جای شما خواهد نشست و این روند ادامه پیدا میکنه. ولی اگر فهمیدین با مطالعاتتون که امکان انتخاب رئیسی وجود نداره و اگه انتخابش بکنید دقیقاً به قول قدیمی ها این جامعه رو مثل ترقه میتره کنید، به این نتیجه رسن که آقا در آخرین لحظات میبایست آقا برگردیم به همون سیاست قبلی، از روحانی استفاده بکنیم که مردم فکر کنن به خواسته هاشون دست پیدا کردن. آقا روحانی متشکریم. خب دقیقاً همون مشروبیه که شما خوردید، روحانی متشکریم. فردا صبح همه باید برن کجا؟ دنبال کار.
برن کجا دنبال بدبختی هاشون، برن کجا جلوی کاسپیان بیستن بگن آقا روحانی متشکریم ولی پول ما رو لطفاً بپردازید، پولی که متعلق به خودمون بوده اصلا نمیخوایم، سودش هم مال خودتون در طول تمام این چند ماهی که برداشت کردید، چون اینا با پول ملت میرن در خارج از کشور سرمایه گذاری میکنند. بیهوده نیستش که شما فکر کنید مثلا به شما پیشنهاد میدن 25%، 27%، 32%، 31%، 30%، حتی 20%. این درصدها در هیچ کجای دنیا وجود نداره، ولی در ایران هست. من چیکار میکنم؟ با پول شما میرن کاسبی میکنن در کشورهای رو به توسعه، درآمدهای آنچنان دارن و اینگونه میزنن تو سرتون، در نهایت از پولتون استفاده میکنن، ضررهایی که امکان داره در کشورهای دیگه کرده باشن، از پرداخت نکردن حتی یک ریال اضافه به شما اون رو جبران میکنند و بعد از فرض بگیرید یک سال، دو سال، سه سال، هر موقعی که فکر بکنید عشقشون بکشه میان پول به شما میدن، میگن بگی برو، میندازن جلوتون. حالا اون پول شما از لحاظ اقتصادی 15-20% سقوط کرده، یعنی ریال که نه، تومن شما اگر یه تومن بوده شده 6 تومن، 5 تومن، 7 تومن، تازه سودم بهتون پرداخت نکردم و شما رفتید قرض کردید یک سال، 6 ماه، 8 ماه، 2 سال، از جیب خوردید، بدهکار اشخاص دیگه هم هستید به خاطر اینکه با سیلی صورت خودتون سرخ کردید. اینا رو توضیح دادم تا متوجه بشید که مشکلتون همون جاست، بر سر جاش مونده. پس با غر زدن، ناله کردن یا احساساتی شدن یا پیام فرستادن، تو رو خدا آقای شمرانی، جون هر کسی که دوست داری یه جریان دیگه به راه بنداز تو همین یکی دو هفته که مردم آمادگیش دارن بریزن بیرون. من به فکر پیروزی شما هستم. اگه تمام سعی و تلاشم رو انجام دادم که شما قبل از انتصابات بیاین بیرون، چرا میدونستم اینا به مردم احتیاج دارن، نمیتونن با شما اون خشونتی رو که میتونن بعد از انتخابات سرتون بیارن قبلش به وجود بیارن. نگاه نکنید که دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم در چه دنیای مجازی چه در تلویزیون‌ها چه گفتند، نگاه به نتیجه بکنید. آمارهای دروغینی هم هی به مردم دادن، کسی اصلا نمیدونه. آقا اینو وزارت اطلاعات اعلام کرد، مثلا اشخاصی من میگن آقا این تعداد دستگیر شدن، یکی نیستش بگه آقا این تعداد از کجا گیر آوردید، این تعداد رو چه رسانه‌ای اعلام کرد، چه اشخاص معتبری از درون رژیم که دارای رسانه هستن اعلام کردند، که افراد در خارج از کشور اعلام کردند، هیچ اطلاعی نیست، فقط درست کردن شایعه، تضعیف روحیه مردم و ما اون چیزی رو که قول داده بودیم، تصویرش رو کشیده بودیم، احتمالات رو داده بودیم، دقیقا همون انجام شد. یعنی مردم اومدن، ولی سرکوبی هم که حتی توضیح داده بودم که اینها میان که در نطفه خفه بکنن، به دلیل اینکه خودشونم حتی در جلسات خصوصی که نوارش هم اومده بود بیرون توضیح داده بودن که آقا اگر نتونید در نطفه خفش بکنید، هر ثانیه به تعداد این افراد اضافه میشه و دیگه امکان جلوگیری ازشون نیست و تموم میشه، اصلا به انتصابات نمیرسیم. این از یک طرف بود. یکی از نتایجی که خیلی خیلی مهم بود و من همیشه در نظر داشتم این بود که ما به صورت مشخص به تمام کشورهایی که امروز به خاطر زد و بندهایی که وجود داره، امروز بعد از گذشت 38 سال دست گذاشتن روی نقطه ضعفی که در قانون اساسی ما بوده، ولی امروز به قول معروف بعد از 38 سال آقایون فهمیدن، نه میدونستن، ولی منتظر بودن که در چه زمانی دست روش بگذارن، یعنی همون نقض فاحش حقوق بشر در ایران. امروز در سازمان ملل متحد حرف اول رو خواهد زد برای وضعیت که در ایران هست. چرا؟ به خاطر اینکه امروز به صرفشونه، میخوان دست بگذارن روش، چون همیشه بوده، 38 سال اونجاست، 38 سال اعدام، شکنجه، تجاوز، دزدی، غارت، کلاهبرداری، اختلاس و غیره. اینا زمانی که به نفعشون هست که میخوان یک جریانی رو به وجود بیارن، دست میذارن روی چیزی که همیشه بوده، همیشه هست، 38 ساله بوده. تجاوز آشکار حکومت اسلامی توسط قانون اساسیش بر ملت ایران و بعد صدور انقلاب اصل 11 قانون اساسی. اینا رو توضیح دادم تا براتون مشخص بکنم که در کجای تاریخ ایستادید. تصمیم آن چرا که میگیرید با خودتون. من همیشه خدمتتون عرض کردم اطلاعات کافی به شما میدم، من فرماندهی میکنم این جریان رو برای رسوندن شما به عنوان یک مربی
تمرینتون میدم، رو بدنسازیتون کار میکنم، فن و فنونها رو بهتون یاد میدم، نقطه ضعفاتون رو براتون میکشم، توضیح میدم در کجا ضعف داشتید، این مسابقه ای رو که دادید کجاها نقطه ضعف بوده، کجاها نقطه قوت بوده، روی نقطه ضعف ها میبایست کار کرد. بزرگترین نقطه ضعفی که در اینجا وجود داشت نبود همکاری لازم، به خصوص از طرف هموطنان درون کشور که اطلاع رسانی، عبور از این که رسانه ها میتونستن این کارو بکنن نکردن، ما اصلا کاری نداریم که مشکل خودمون رو نزیم گردن کسای دیگه. این افراد اومدن که خدمتون عرض کردم برای جیب خودشون، میگم صرفا افراد بدی هم نیستن اگه بخواید حسابشو بکنی، شاید باهاشون صحبت بکنی، پس البته بازم برمیگردیم به اون مسئله که بگیم بد یعنی چی، ولی اینا کاسبن اصولا، هر کسی که پشت میکروفون قرار میگیره و اگه حقوقشون بهشون پرداخت نشه و جیبشون پول کافی درش نباشه، دیدید بارها و بارها میگن آقا ما اصلا دیگه فردا نمیام، چرا آقا گفته مثلا بهتون پول نمیدیم، حال اونا هم به خاطر اینکه برنامه‌شون بگذره مجبوره. حالا کاری ندارم، اینا رو براتون توضیح دادم، ولی این وسط ما ملت ایران هستیم که میخوایم از این بند دیوان رهایی پیدا بکنیم. چگونه میشه رهایی پیدا کرد؟ همین راهی که خدمتتون عرض کردم. حال انتخاب اینکه میخواهید این حرکت به سمت جلو پیش بره با شماست. اگر میخواهید به پیروزی دست پیدا بکنیم قبل از اینکه برای ما سلاطین جهان تصمیماتی بگیرن، کار دشوارتر شده. یعنی اگر در قبل از انتخابات که تمام دنیا، تمام سازمان‌های جهانی نشسته بودن ببینن اگر حکومت اسلامی روی شما تیراندازی بکنه و کسی رو بکشه، تمام شده است. یعنی به هیچ عنوان دیگه اون انتصابات و انتخابات رو قبول نمی کردند. مردم اومده بودن رأی خودشون رو تو خیابونا بدن چون رأی انتصاب شما رو قبول نداشتن، گفتن آقا فقط کلاهبرداریه، خودتون یه در انتخاب کردیم، ما اصلا نماینده نداشتیم، نمایندگان مردم ایران میخوان بیان کف خیابون. این برنامه‌ای بود که از قبل برای شما چیندن که شما در بهترین شرایط بتونید یک حرکتی بزنید. سعی و کوشش فراوان انجام شد، یک سال 7 روز هفته، صبح و شب، صحبت پشت صحبت، توضیح بعد توضیح، تشریح بعد تشریح، درخواست پشت درخواست، هر جایی هم که شما گفتید من رفتم صحبت کردم، با اینکه میدونستم جواب این آقایون در رسانه ها یا کسانی که مدعی هستن چیست، ولی چون باید به شماها ثابت میشد که من چی میگم، رفتم انجام دادم که به شماها ثابت بکنم که کجای کار اشتباه میکنید. ولی از اونجایی که نمیتونستم قبل از اینکه بخوام برم یک درخواست که شما داده بودید به عنوان نمایندگی برم با افراد صحبت بکنم، شما به اون نتیجه برسید، شاید در ذهنتون این بود که آقا چرا با بقیه همکاری نمیکنید، چرا همبسته نمیشید، چرا فلان نمیشید. نشون دادم بهتون که آقا من رفتم از بقیه دعوت کردم که آقا یک جریان بزرگی رو به راه بندازیم، ملت بیان کف خیابون در پناه رأیی که میخوان از مردم بگیرند، ما یک حرکتی انجام بدیم که اینا دست و بالشون بسته باشه، نتونن. بله امکان داره یکی رو بگیرن، 10 نفر رو بگیرن، 5 نفر رو بگیرن، کاری نمیتونن بکنن. پس فردا میخوان آزاد کنن، بهشون میگن آقا میخوای بری رأی بدی، آقا میخوام من مثلا رأی بدم، میگم بیا برو بیرون. همین کارم شد، یعنی دستشون بسته است، چون اینا افرادی که این چه میشه خانواده دارن و هر فردی که کوچکترین اتفاقی براش بیفته خانواده داره، خانواده شاکی میشن و میان صحبت میکنن. دست مردم قبل از انتصابات خیلی بازه، اونا بله میان سرتاپا مسلح که شما رو بترسونن که اگه نرید بخونید شلیک میکنیم میکشیم، خیر نمیتونستن و به تو ثابت شد چی میگم به تمام کسانی که شایعه کردن، به کسانی که دروغ گفتن، به کسانی که خواستن این حرکت پا نگیره و مزخرفات پشت مزخرفات رو یکی پس از دیگری بستن. چرا؟ به دلیل اینکه میخواستن حکومت اسلامی پول گرفته بودن در خارج کشور، حکومت اسلامی این جریان رو به بهترین وجه انجامش بده که به نتیجه برسوننش. و بعد خدمتون عرض کردم در گذشته
همیشه ملت ایران میتونه به پیروزی دست پیدا بکنه، همیشه. اما هزینه ای رو که میپردازه بیشتره. این حرکتی که انجام شد هزینه شما مردم رو بالاتر میبره برای پسگیری کشور. یعنی امروز دست اینها بازه برای نمیدونم هر عملی که بخوان انجام بدن، و روحانی هم بدونید دریغ نمیکنه، بارها و بارها سخنرانی کرد، دستش در جنایت بوده و هست. این رو دارم خدمتتون عرض میکنم که به صحبتام خوب گوش بدید، بیاندیشید، و بعد از اون من همیشه در کنار شما بوده و هستم. در درجه اول میخوام یه مقداری بشینید فکر بکنید با خودتون، با شرایط دور اطرافتون، با همسایاتون، با فامیلتون وقت باید بگذارید. میبایست قبل از اینکه بخواید نمیدونم حرکت رادیکال انجام بدید، یک حرکت احساسی انجام بدید، یا حتی من میبینم بچه‌هایی که میان میگن آقا ما میخوام جرقه رو بزنیم، مثلا جونمون رو فدا کنیم، ولی 10 تا از اینا رو میزنیم زمین. من همیشه خدمتتون عرض کردم که میخوام شما به نتیجه برسید، میخوام به پیروزی برسید، و با پرداخت کمترین هزینه مردم به هدف دست پیدا بکنن. و این برنامه همیشه و همیشه روی قدرت اجتماعی مردم نوشته شده بود و طرح و برنامه ریزی شده بود، و شما مردم هستید که اول باید آگاهیشو داشته باشید، بعد از اون بتونید به قول معروف حرکتی بزنید تا به پیروزی برسید. الان کارمون دشوارتر شده، ولی باز امکان پذیره. ولی شما باید 2 چندان 10 چندان کار بکنید در زمینه اطلاع رسانی، در زمینه دعوت افراد به روی کانال، در پشت پرده ها و همچنین کانال خودم، در زمینه صحبت کردن در رابطه با هدف. ما اصلا به دنبال چی هستیم؟ خدمتون عرض کردم ما اصلا مشکلی با مذهب مردم نداشتیم و نداریم. اصلا مشکل جامعه ایرانی امروز مذهبشون نیست، سوء استفاده از باورهای مذهبیه. قانون اساسی حاکمیت اسلامیه که به 3 قوه متفاوت تقسیم شده، که 1 قوهش رأی مردم، اونم تقلبی، 2 قوه دیگرش در اختیار حاکمیت و نظام بوده که در نهایت ولایت فقیه. یعنی وقتی خامنه‌ای میاد مستقیما به شما میگه شما هیچ کاری، اصلا فرق نمی کنه کی انتخاب بشه، دقیقا بهتون ثابت کرد فرقی نمی کنه که کی انتخاب بشه. چرا؟ به دلیل اینکه مشکلتون فردا صبح، فردا شب، هفته دیگه، 2 هفته دیگه همون هست، اضافه تر خواهد شد مشکلاتتون که کمتر نخواهد شد. درگیری ها در بعد مسائل بین المللی هر روز بیشتر خواهد شد که کمتر نخواهد شد. نشست کشورهای عربی برای رسیدن به توافق در یک جنگ گسترده علیه ایران بیشتر هر روز نزدیکتر خواهد شد که زندگی بهتر شما نخواهید داشت. در این وسط شما هستید که باید تصمیم بگیرید برای خودتون. اگر هر موقع خواستید من در کنار شما بوده و هستم، میخواهید یه کار بزرگ انجام بدیم، من حاضر نیستم همین گونه بیام یه روز دیگه رو، 1 هفته 2 هفته دیگه، 1 ماه دیگه اعلام بکنم و شما فردا صبحش بزنید بیرون. ببینید مسئله پشتیبانی، باز دارم تکرار میکنم، قبل از انتصابات دست شما باز بود، چون مطمئن بودم اتفاقی یک کشته هم نخواهیم داد، مطمئن بودم تا زمانی که ما نمیرفتیم به سمت حرکت های رادیکال، اون داستان چیز دیگه ای بود. مطمئن بودم اگر جمعیت کم باشه شما سرتون نمیذید میرید پایین، فوق 7 نفر دستگیر میشن، بعد آزادشون میکنن، یقا بیور دنبال کارتون، که همینم اتفاق افتاد، هیچ کسی کشته نمیشه. مطمئن بودم اگه شکل دوم اتفاق بیفته مردم بیان تو خیابون ها، اون موقع ما برنامه ریزی کردیم. یعنی برد برد بود داستان برای ما. هر قسمتشو نگاه میکردید، جدولی رو که براتون تنظیم کرده بودم در تمام قسمتاش برای شما برد بود. یعنی حتی شکل اولش برای شما برد بود که هست، یعنی این که شما میان تو خیابون ها، سعی کوشششتون رو کردید ولی جمعیت لازم نمیاد، و شما حداقل دستاورد این بودی که نشون دادید برای اولین بار در تاریخ علیه یک نظام جلاد و دیکتاتوری ایستادگی کردید، و بعد نشون دادید که میتونید همبسته بشید با کمترین امکانات، با 1 فرماندهی، با 1 نفر، با 1 کانال تلگرام، ولی تونستین 100,000 نفر رو با خبر بکنید و در کنار هم قرار بدین. حال این 100,000 نفر شجاعت کافیشو داشتن در سر تا سر کشور بتونن به نتیجه برسن یا خیر، اون بحث دیگری است. ولی
از طرف دیگه تمام کشورهای جهان متوجه شدن که اینها اومدن در دو محور متفاوته یک شهر و شهرهای دیگه ایستادن و ترس ایجاد کردن که اگه مردم بخوان به حاکمیت بگن نه. یعنی ما نشون دادیم به صورت مشخص تحریم به صورت محرک و مشخص درون خیابان ها، نه اینکه برن مردم بشینن. حالا فرض بگیم ما به مردم گفتیم برید تو خونه بشینن، همین کاری که اپوزیسیون در طول این سالها کرد. اینا اومده بودن، اینا و اومدن همین کار رو انجام دادن. میخوام دست وزارت اطلاعات با طرحاشون در رسانه های لس آنجلسی و افرادی که در قسمت های اینترنتی هستن به اسم دنیای مجازی رو براتون روکو کنم. یعنی طرحی که اینا به خورد مدیران تلویزیونی میدادن و رسانه‌ای میدادن با پول هنگفتی که اینا پرداخت میشد و کماکان پرداخت میشه با نام تحریم، تحریم بکنید، تحریم بکنید. خب همین داستان شد. 38 سال این داستان اتفاق افتاده. تنها ما یک دستاورد داشتیم که اینا چشم دیدن دستاورد شما هم نداشتن، ندارن. چرا؟ بازارشون کساد میشه. اون صاحبانشون میگه آقا بدین کنار دیگه، بهتون پول نمیدیم. نتونستی از جریان، نتونستیم به اندازه کافی شمیرانی رو بکوبید، نتونستید جنبش فدایان ایران رو نابود بکنید. اینا اومدن تو خیابون و ما مجبور شدیم نیروی نظامی به کار ببریم. تمام سعی و تلاششون رو کردن تا جامعه اصلا به اونجا نرسه. به من حمله شد، تهدیدها شد که اول منو بترسونن من کنار برم، دیدن من کنار نمیرم. هر آنچه که شما فکر کنید که بسیار از اتفاقات افتاد که شما نمیدونید، بگذاریم. من مردانه برابرشون ایستادم و گفتم نمیرم ولی بر سر حرفم میستم، چون قول داده بودم و قول دادم. در بعد فضای مجازی اومدن تحریکات انجام دادن، ترور شخصیت کرد، هر آنچه که داشتند انجام دادن تا مردم رو از هم سوا بکنن، پخش بکنن که آقا اصلا مطرحی، اصلا چی، آقا فراموشش کن، مسخره بازی، دروغه. در آخر هم گفتن مأمور وزارت اطلاعاته، اصلا این کارو کرده که وزارت، هر آنچه که شما فکر کنید گفتند. چرا؟ دلایلش رو دارم خدمتتون عرض میکنم. بسیار از مطالب رو باید براتون همیشه گفتم بعد بازم براتون توضیح میدم، بیشتر چشمتون باز میشه، متوجه میشین چه کسانی نفوذی هستن. نگاه نکنید که میاد قشنگ صحبت میکنه، نگاه کنید کجا پیادتون میکنه. از پرچم شیر و خورشید استفاده میکنن، از تنها آلترناتیو شاهزاده رضا پهلوی هست فقط صحبت میکنن، خودشون رو ایرانی نشون میدن، ولی میگن میدونید چیه، تحریم کنیم. آقا ما آدمای خیلی خوبی هستیم، باید تحریم بکنیم و هیچ برنامه‌ای به مردم نمیدن. و بعد حسابشو بکنید، اگر ما این حرکت ها رو که در سر تا سر ایران 26 و 27 هم انجام دادیم انجام نمیشد و مردم همجور ساکت، مثل سالهای پیش میرفتن تو منازلشون میگرفتن میشستن، بقیه هم که به اسم اینکه روحانی متشکرین فقط ساز و دغل به راه انداخته بودن یا دیگه کار رسیده بود، رئیسی هم گفته بود آقا ما قافله عقب نیفتیم، اونم میگه آقا بابا کرم برای اینا بذارید، اینا مثل اینکه داستان اینه، بذار بابا کرم رو بریم، تتلو رو بیارید، که مردم بهشون گفتن بغ و غو. واقعا چی بگم دیگه، تمام این داستان ها رو دیدید خودتون مستقیم از نزدیک، ولی دارم نتیجه کار رو، چکیده کار رو، مثل اناری که ازش آبش رو میگیریم میچلنیم، آب انار رو دارم میدم بخورید، نوش جان بکنید، که ببینید محصول و حاصل یک سال و اندی تلاش ما دستاورد بزرگی بود که تونستیم به جهانیان نشون بدیم. فیلماش هم هست که آقا ما آمدیم به خیابون‌ها، اینا جلوی ما رو گرفتن، ما میگیم رأی نمیخوام بدیم، ما به هیچ عنوان اینها رو قبول نداریم، برابر نیروی نظامی و انتظامی قرار گرفتیم. زد و خورد به وجود اومد، مردم مجبور شدن فرار بکنن. و دیگه اون شکل سوم که دیگه اگر رسیده بودیم بهش که دیگه داستان چیز دیگری بود. ولی دستاورد شما عزیزان نمیخوام از یادتون بره که چه مقدار زحمت کشیدید، چه مقدار از جان گذشتگی انجام دادید بماند. و اینم باید خدمتتون عرض بکنم، باز تکرار میکنم، شجاعتی که سربازان و فدایان ایران و دلاوران ایران از خودشون نشون دادن در تاریخ جنگ های 38 ساله علیه حکومت اسلامی بی سابقه بوده و هست، ولی صرف نداره برای آقایونی که بیان در رابطه با این مسائل صحبت بکنن.
ولی میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، دستاورد این رسانه‌ها که گفتن مردم برید رأی ندید بشینید تو خونه چی بود؟ نباید ازشون بپرسید آقا میتونید به ما بگید دستاورد شما کجا بود؟ آقای برنامه‌ساز، آقای مدیر، آقای نمیدونم فعالین سیاسی و غیره، کنشگران سیاسی، آقایونی که پی برای مردم میشین پشت میکروفونا توضیح میدید، دستاورد شما رو دوست داریم بدونیم. ما حداقل در جنبش فداییان ایران دستاورد داشتیم، دستاورد بزرگ تاریخی. برای اولین بار در تاریخ مبارزات جامعه اومد قبل از انتصابات در خیابان‌ها و گفت نه، نه بزرگ به حکومت اسلامی، پای همه چیز هم ایستاد، گفت اگه می‌خوایم بزنینم بزنید، و می‌دونستیم که نمیتونن بزنن بکشن، و نشد، نشد، یک نفر هم کشته نشد. خب چه اتفاقی میفته؟ همه اینها رو براتون توضیح دادم تا فکر و ذهن شما بیشتر به واقعیت‌های پیرامون خودتون باز بشه و هرچه سریع‌تر این کلاف‌های سردرگم رو کنار بگذارید و این تارهای عنکبوتی رو کنار بذارید، ازش عبور کنید برای رسیدن به پیروزی. ما همیشه میتونیم به پیروزی دست پیدا بکنیم، اما حقیقتشو دارم خدمتتون عرض میکنم، امروز هزینه بیشتری باید بدیم برای رسیدن به هدف. باید بیشتر وقت بگذاریم، باید بیشتر از جان گذشتگی نشون بدیم، باید بیشتر ارزش‌های معنوی مردان و زنان ایرانی رو نشون بدیم و بهش بپردازیم. وقت بیشتر، صرف بیشتر حوصله و توضیح دادن و ازشون خواستن به کانال بیاد گوش بدید، حرفا رو، حرفای گذشته رو گوش بدید، بالا و پایین بکنید، اهداف رو گوش بدید. اگه با اهداف یکی هستید، خب ما به یک نقطه مشترکی رسیدیم، دست به دست هم میدیم. اون موقع وقتی هر روز تعداد فدایان بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، دیگه در کمترین زمان مثل یک توییت کردن، مثل یک پیام کوچیک دادن در سر تا سر کشور، ما میتونیم در یک روز کولاک بکنیم. ولی احتیاج به کار بیشتر داره. از شما بسیار سپاسگزارم که به این صحبت‌ها گوش دادید. این صحبت‌ها همه بر پایه دستاوردها، نتایج ما، سایر افراد و نتیجه‌ای که حکومت اسلامی، حاکمان اصلی در اون منطقه که روسیه و چین و فراماسون‌های انگلیسی هستند، به دست آوردند برای ادامه همین روند. ازتون درخواست می‌کنم که بیشتر به این مسائل بیندیشید و اگر به نتیجه ای رسیدید که ما پایگزاران فدایان ایران رسیدیم، به جمع ما بپیوندید، کارها رو 100 چندان بیشتر بکنید در اطلاع رسانی، و اینکه ایران کماکان زنده است، کشور ماست و میبایست روزی به آزادی دست پیدا بکنیم. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.